پکن پیش از این از دخالت در درگیری ها بین سایر کشورها اجتناب کرده بود، اما به نظر می رسد پس از هماهنگ کردن مذاکرات بین عربستان و ایران در ماه مارچ که منجر به احیای روابط دیپلماتیک پس از یک وقفه 7 ساله شد، سعی دارد خود را به عنوان یک نیروی دیپلماتیک جهانی معرفی کند. از مدت ها قبل پکن اعلام کرده بود می خواهد در جنگ اوکراین میانجیگری کند. چرا این موضوع مهم است؟ چین تنها دولت بزرگی است که روابط دوستانه با روسیه دارد و همچنین به عنوان بزرگترین خریدار نفت و گاز روسیه یک احرام اقتصادی است. این اتفاق پس از آن رخ داد که ایالات متحده و متحدانش خرید نفت و گاز از روسیه را به شدت کاهش دادند. پکن که روسیه را به عنوان یک شریک دیپلماتیک در مخالفت با سلطه ایالات متحده بر امور جهانی می‌بیند، از انتقاد از تهاجم روسیه خودداری کرده و از موقعیت خود به عنوان یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل برای منحرف کردن حملات دیپلماتیک علیه روسیه استفاده کرده است. رئیس جمهور اوکراین پیشتر گفته بود که از پیشنهاد چین برای میانجیگری استقبال کرده است. چرا چین این کار را کرد؟ دولت شی نقش بزرگتر و پررنگتری را در دیپلماسی بین المللی در دستور کار قرار داده است. این به عنوان بخشی از یک کارزار کلی برای بازگرداندن چین به آنچه که حزب کمونیست حاکم به عنوان یک رهبر سیاسی و اقتصادی لازم می‌داند و برای ایجاد نظم جهانی که به نفع پکن است دنبال شده است. بازگشت چین پس از دهه‌ها اجتناب از دخالت در درگیری‌های سایر کشورها و سایر امور بین‌المللی با اولویت دادن به توسعه اقتصادی داخلی بازگشتی زیرکانه است. عربستان و ایران در ماه مارچ گذشته پس از مذاکرات در پکن اعلامیه غافلگیر کننده صادر کردند که پس از یک وقفه 7 ساله سفارتخانه‌های خود را در پایتخت‌های یکدیگر بازگشایی خواهند کرد. چین به عنوان یک خریدار بزرگ نفت با هر دو کشور روابط خوبی دارد. چینگانگ وزیر امور خارجه چین به همتایان اسرائیلی و فلسطینی خود گفته است که کشورش آماده کمک به تسهیل مذاکرات صلح است. میانجیگری میان اوکراین و روسیه حضور چین در اروپای شرقی را افزایش می‌دهد، جایی که پکن تلاش کرده است با دولت‌های دیگر روابط برقرار کند. این موضوع باعث شکایت برخی از مقامات اروپایی مبنی بر تلاش چین برای به دست آوردن احرام فشار بر اتحادیه اروپا شده است. روابط چین با روسیه چگونه است؟ چین نزدیکترین کشوری است که رژیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عنوان یک متحد اصلی دارد. شی و پوتین پیش از تهاجم به اوکراین بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن گفته شد دولت‌هایشان دوستی بدون محدودیت دارند. پکن تلاش کرده است تا خود را بی‌طرف نشان دهد، اما توجیه‌های روسیه برای تهاجم را تکرار کرده است. شی جینگ پینگ در جریان سفر به روسیه در ماه مارچ گذشته مورد استقبال گرم پوتین قرار گرفت. وزیر دفاع چین در ماه جاری نیز به روسیه سفر کرده است. چین خرید نفت و گاز روسیه را برای اقتصاد تشنه انرژی خود افزایش داده است و این به جبران درآمدهای از دست رفته ناشی از تحریم‌های غرب کمک می‌کند. چین در ازای آن انرژی را به قیمت پایین‌تری دریافت می‌کند، گرچه جزئیاتش فاش نشده است. چین قبل از تهاجم روسیه بزرگترین شریک تجاری اوکراین بود، هرچند این شراکت در مقیاسی کوچکتر از تجارت چین و روسیه بود. اوکراین در سال 2021 برنامه‌هایی را برای شرکت‌های چینی در جهت ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با تجارت اعلام کرد. دولت زلنسکی پس از اینکه مشخص شد شی جینگ پینگ تلاشی برای توقف پوتین در جنگ نخواهد کرد، نسبت به پکن رفتاری متضاد داشت، اما روابط دوستانه باقی مانده است. وزیر خارجه چین قول داده است که پکن به هیچ یک از طرفین تسلیحات ارائه نخواهد کرد. تعهدی که به نفع اوکراین است که تانک، موشک و سایر تسلیحات را از ایالات متحده و دولت‌های اروپایی دریافت کرده است.